سلام به شما. نیمه شب در تهران، جایی که رهبران ایران، روسیه و ترکیه برای چانه‌زنی درباره سوریه و مسائل منطقه دیدار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ولادیمیر پوتین از اونچه ابتکار عمل پوتین در اوکراین خون تقدیر کرد و گفته اگر شما ابتکار عمل رو به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خودش موجب وقوع جنگ میشد. آقای خامنه‌ای به رئیس جمهوری ترکیه هم گفته هر گونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعاً به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه و به نفع تروریست هاست. همکارم علی کاظمی از مسکو به ما پیوسته. علی، سفر آقای پوتین به ایران اهمیتش بسیار زیاد هست به نظر میاد، به خصوص با توجه به اینکه یکی از اولین سفرهای خارجیش هست بعد از جنگ اوکراین و اولین کشوری هستش که خارج از کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی است که رئیس جمهوری روسیه بهش سفر میکنه. بله فرداد، همونطور که خودت گفتی، به غیر از تاجیکستان که عضو کشورهای اتحاد جماهیر شوروی بود، نخستین کشور ایران هست که ولادیمیر پوتین سفر کرد و هم درست بعد از یک هفته از سفر جو بایدن به خاورمیانه. هر دو کشور مخالفت بسیاری با ناتو و همچنان غرب داره که امروز ولادیمیر پوتین در حالی که با حاشیه و وارد فرودگاه تهران شد بعد از توقف 20 دقیقه‌ای و به گفته خبرگزاری های روسی که نتونستن پروتکل های درست در فرودگاه پیاده بکنن، با 20 دقیقه تاخیر از هواپیما پایین شد و با دیدارش با خامنه‌ای رهبر هر دو تأکید کردن، به خصوص خامنه‌ای که اعلام کرده بود که اگر شما ناتو را توقف نمیدادین در اوکراین، احتمالی که به بهانه کریمیا جنگ آغاز میکرد با روسیه بسیار زیاد بود و او حتی گفته که ناتو مرزها را نمیشناخته و داشته از مرزها به میل خودش پیشروی میکرده به سمت بعضی از کشورها که میتونیم بگیم که او روسیه بوده. از سوی دیگه هم لحظات قبل هم هر سه رئیس جمهور نشست آستانه را به پایان رساندن، در یک کنفرانس خبری همین لحظه دارن صحبت میکنن، هم رئیسی هم اردوغان و همچنان ولادیمیر پوتین به سوال خبرنگاران دارن جواب میده. در دیدار خودش پوتین با رئیسی هم روی همکاری های بیشماری که در گذشته داشته و توسعه پایدار همکاری اقتصادی و تجارتی مسکو و تهران گفته و همچنان گفته در آینده احتمال عقد قراردادهای مسائل امنیتی هم بین تهران و مسکو خواهد بود. از سوی دیگه امروز در بازار بورس تهران به جای دلار و یورو گفتن که از ریال و روبل استفاده خواهد شد. گفتن این موضوع ایران با بانک مرکزی روسیه که هفته قبل در مسکو برگزار شد بوده و همچنان خودت هم در تیتر گفتی که بیشتر موضوع انرژی و قراردادهای انرژی است که گازپروم و شرکت ملی نفت ایران هم قرارداد بلند مدتی به خاطر مسائل گاز و نفت باید دیگر به امضا رساندن. ممنونم از تو همکارم علی کاظمی از مسکو با ما و پوزش میخوام به خاطر کیفیت بد ارتباطیمون.